میرن بین کوچه جون یاسر جوون. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وابنتيها وفاطميات بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم، واللعنة الدائمة على قتلتهم وأعدائهم وظالميهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت وأم الشرور وأتباعهم وأشياعهم وأوليائهم وخدامهم من الجن والإنس. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس. إلهنا عجل في فرج منتقم آل محمد، واجعلنا بفضلك من خير أعوانه وأنصاره ومن المستشهدين بين يديه، آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان. ایام سوگواری آل الله رو در هفته بزرگداشت شهادت حضرت محسن علیه السلام هستیم و امروز سوگواریم، چرا که نزدیک میشیم به روز شهادت مولایمون امام عسکری علیه السلام، ابل حجه، پدر بزرگوار امام قریبمون. هفته ای که گذشت یکی از تلخترین و سیاهترین هفته های تاریخ بود. بعد از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ایام قصب حق آل الله، هتک حرمت اونها، هجوم وحشیانه اصحاب سقیفه به خانه وحی، آتش کشیدن درب خانه صدیقه طاهره و امیر المؤمنین، آزار و اذیت فرزندان پیامبر خدا و قربای رسول اکرم، آویزان کردن طناب به دستان مبارک و بدن مبارک امیرالمؤمنین، آقایی که در طول زندگیشون جز خدمت به پیامبر اکرم، به دین خدا، دین اسلام، کار دیگری انجام ندادن جز خدمت به این امت، و مزد این خدمات و مهربانی ها و فداکاری های حضرت رو خوب ادا کردند. در تصاویری که شما عزیزان شاهد هستید، سیل زوار عاشق و دلداده به امام عسکری علیه السلام در حال طی طریق هستند به سمت سامرا. مشایه امام عسکری علیه السلام رو شاهد هستید که در اون زوار عسکریین علیهم السلام و حضرت نرجس خاتون به سمت خانه امام زمان در حرکتند تا عرض تسلیت و تعزیت خودشون رو به ساحت مقدس امام زمانشون، ولی امرشون برسونن. خدمت امام هادی علیه السلام تسلیت عرض کنن و خدمت بی بی حضرت نرجس خاتون. انشاءالله که
شما هم دلهاتون رو همراه کنید با این زائرین و زیارت کنید از راه دور مرقد مطهر این امام مظلوم. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای موسوی متقی، خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم در این برنامه و امروز جلسه پایانی برنامه تلختر از عاشوراست. امیدوارم که در این برنامه بتونیم مطالبی رو خدمت بینندگان ارائه کنیم که مورد رضای امام زمان علیه السلام هم باشه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون در شبکه جهانی امام حسین. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت بینندگان گرامی این شبکه جهانی، این شبکه نورانی، و امیدوارم که دقایقی که در خدمت شما و عزیزان و بیننده هستیم در این شب حزن و اندوه قلب نازنین امام زمان بتونیم اندکی از هم و غم اون حضرت رو بکاهیم و لبخند رضایتی بر اون چهره‌ای که چشمانش امشب اشکباره و هر شب و هر صبح چشمان اون حضرت از غم جد بزرگوارش ابا عبدالله الحسین با نگاه کردن به اون پیراهن خونی در محراب نماز خاص خودش آقا چشماش اشک باره، بتونیم بر لبان مبارک اون حضرت لبخند رضایتی رو نقش بدیم و مستوجب دعای خیر مولامون آقامون پدر سفر کردنمون باشیم. عزم الله اجورکم و عزم الله اجرک یا صاحب الزمان. فردا آخر عزای این 69 روز و شب محرم و سفر و عشره محسنیه یا هفته بزرگداشت حضرت محسن با شهادت امام عسکری حسب ظاهر تمام میشه و از پس فردا که روز نزع سواد هست، روز کندن لباس های مشکی هست، وارد ایام تبری میشیم و ایام فرح و شادی میشیم که حالا تذکراتی من امروز اگر توفیق باشه در این خصوص خواهم داد. انشاءالله منتظر شنیدن سوال شما هستیم و طرح موضوع. سلامت بشید. در خدمت شما خب هستیم. در این هفته توفیق بود در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام و مسئولیتی که ما در قبال رساندن این پیام مظلومیت در زمانه فعلی داریم صحبت کردیم. البته در این باب هرچه صحبت کنیم باز هم حق مطلب رو ادا نکردیم و شاید سالها و سالها در این خصوص بایستی گفتگو بشه و قلم فرسوده بشه تا حق مطلب، بلکه بخشی از اون مطلب ادا بشه و حکایت همچنان باقی است. بله. اما به جهت اینکه به قدر بضاعتمون تونسته باشیم خدمت کوچکی انجام بدیم، اگر صلاح میدونید در خصوص حضرت محسن علیه السلام و جایگاهشون و اینکه این ماجرا در نهایت در صحنه قیامت کبرا چه انتهایی داره و به کجا ختم میشه، صحنه‌ای که خداوند اراده کرده تا برای همه آفرینش به نمایش بگذاره به چه شکل هست، و بعد از اون هم در خصوص آقا و مولا امام عسکری علیه السلام اندرس هایی که حضرت خصوصا در باره دوران غیبت و زمانه فعلی به ما دادند و میتونه دستگیر ما باشه چه هست تا از سر سفره حضرت هم توشه برداریم. بله، خیلی ممنون از طرح موضوع توسط شما. گفت مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. شما سوال که مطرح میکنید، حقیقتا من ذوقم میگیره که مطالبی که آماده کردم رو به بهترین نحو تقدیم کنم خدمت عزیزان بیننده.
فرمودید آخر قصه به کجا ختم میشه؟ من بگم که امروز یه با اینکه به هر حال آخرین جلسه مجد این بله. هفته عرضم به خدمتون که تجلیل از مقام حضرت محسن سلام الله علیه، ولی امروز یه حدیثی رو دیدم حیفم میاد نگم. حالا این البته اول کار نیست ها، چون بخوام بله. اگه بخوام اول قصه رو بگیم باید بریم به ابتدای خلقت آسمان ها و زمین و قبل از خلقت آسمان ها و زمین، خلقت نور محمد و آل محمد علیه السلام. ولی از یه جایی که ما بیایم بخوایم حالا شروعی بدیم که باز عرض میکنم قبل تر از اینم هست، مطلبی رو در مناقب ابن شهرآشوب رضوان الله علیه دیدم از ابوبکر شیرازی که از علمای مخالفین هست در 458 قرن پنجم هجری، فیما نزل من القرآن فی امیر المؤمنین، در اون آیاتی که در خصوص امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده که کتاب 500 آیه نوشته شده، 700 آیه نوشته شده، 800 آیه نوشته شده، من خودم معتقدم هیچ آیه ای نیست الا این که مرتبط به امیر المؤمنین. آیات رحمت و عذاب، همه آیات قرآن مرتبط با امیرالمؤمنین، چرا که علیون قسیم الجنت و النار. تمام تاریخ انبیا مرتبط با امیرالمؤمنین، چرا که امیرالمؤمنین نبع عظیم است و اگر کسی نبع در وجود او به ودیعه گذاشته بشه میشه نبی، صاحب خبر میشه. ولذا اگر داستان انبیا در قرآنه باید مرتبطش کنیم با نبع عظیم تا اصلا نبی معنا بده و داستان انبیا معنا پیدا کنه. اگر آیات توحید مطرح میشه باید توحید رو در تجلی تمام اسماء و صفات الهی یعنی وجود مولا امیرالمؤمنین پیدا کنیم. و بیا بحث عدالت، بحث عدل الهی، بحث نبوت، بحث امامت، معاد، همه اینها هر آیه‌ای در قرآن باشه مرتبط با وجود امیرالمؤمنین، اما اون چه که به آشکارا اشاره داره تا 800 آیه هم آوردن. یکی از اون آیات رو این جناب ابن شهرآشوب در مناقبش از ابوبکر شیرازی نقل میکنه، ان مقاتل ان عطا فی قوله تعالی ولقد آتینا موسی الکتاب. در تورات، من ترجمه میخونم فقط دیگه، در تورات آمده است ای موسی من تو را اختیار کردم و برای تو وزیری اختیار کردم، دستیاری که او برادر توست، برادری از پدر و مادر، یعنی برادر تنی تمام، یعنی هارون، همچنان که برای حضرت سید المرسلین، برای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله الیا یا الیا ایلیا که همون علی در لغت ما، در لغت عربی، در تورات الیا یا ایلیا، هو اخوه، او برادرشه، وزیرشه، وصی اوست و خلیفه من بعد اوست. توجه کنیم این کلمه خلیفه که متاسفانه گاهی اوقات در به اصطلاح فرهنگ فارسی و زبان و ادبیات فارسی اشتباه فهمیده میشه، عرضم به خدمتتون، یا مثلا خلیفه فلان، برم یه سر به خلیفه فلان، کلمه خلیفه، نه، نباید خلیفه رو، کلمه خلیفه امیرالمؤمنینه، اصلا جا بندازیم خلیفه رسول الله امیرالمؤمنینه. این چی بود این توهین خلیفه، خلیفه، خلیفه گفتن؟ این اون کسانی بود که با اصل اسلام مشکل داشتن، ولذا کلمه خلیفه رو اولا منصوب کردن به اون ستا ملعون. نه خلیفه نیستن، نه خلیفه، نه امیر المؤمنین، خلیفه رسول الله یعنی جانشین رسول الله، اون کسی که رسول خدا او رو جای خودش نشونده. بله. شأن این کلمه رو در واقع شکستن. احسن، شأن رو شکستن، مثل اینکه شأن امیر المؤمنین رو شکستن، شأن کلمه فاروق اعظم رو، صدیق اکبر رو، رشید رو، یا هارون رو، نه هارون لا رشیده، رشید که امام کاظمه، تو زیارت حضرت هم میخونیم الکاظم الرشید من بعدهی توبا لکما، خوش به حال شما، خوش به حال تو برادرت هارون، من اخوین، چه خوش برادرانی هستید شما، و توبا لهما من اخوین، خوش به حال اون دوتا محمد و علی، چه برادرای خوبی هستن صلی الله علیهما و آلهما. و اینجا من رو میکنم
در این بین الحرمین میگم خوش به حال شما دو تا برادر، که دیگه برادر مثل شما نیاد و مادر دهر نزایید مثل حسین و عباس، قربونشون برم. الیا ابو سبتین، علی که پدر دو سبت است، الحسن و الحسین و المحسن الثالث، و یه گل سرسبد هم داره این علی به نام محسن که سومین سبته، سومین نواده دختری رسول خداست. من ولدهی، از فرزندان او، کما جعلت لأخیک، یا موسا، همچنان که برای برادرت هارون، شبر، شبر یا شبر، هر سه قرائت خونده شده، حالا ما قرائت شبر رو بر وزن حسن، شبر و شبیر و مبشر، بله، یا مبشر، یا محسن، بله، مبشر محسن هم بر وزن، بر به هر حال این سه فرزند رو خدا به هارون داد، سه فرزند هم به همین نام به برادر رسول الله، برادر خاتم المرسلین میده، ولذا نام حضرت محسن این در تورات اومده. اونایی که میگن محسن کجاست و محسن متولد نشده و عرضم به خدمت دستشون همونطوری میکنن و اینها، این یکی از اون به اصطلاح پیشینه های تاریخی حضرت محسن. اما تایی قصه به کجا ختم میشه؟ من که معتقدم قیامت انتهای قصه نیست، قیامت تازه اول قصه است. اصلا چرا حضرت محسن در این دنیا به دنیا نیامد، در این دنیا متولد نشد؟ اعتقاد شخصیمه، تو هیچ روایت و حدیث و کتابی هم ندیدم، دنیا ظرفیت تجلی حضرت محسن رو نداشت، قیامت هم نداره. قیامت فقط به عنوان اولین مظلوم ازش خونخواهی میشه. تجلی حضرت محسن کجاست؟ در بهشت. بهشتی ها محسن میبینن، بهشتی ها محسن میشناسن، بهشتی ها محسن میفهمن. و کی این زمینه رو فراهم میکنه برای شناخت حضرت محسن؟ خون سید الشهدا، صبر حضرت مجتبی سلام الله علیهما، که این اهل ایمان اگر اومدن در این جهاد بزرگ، جهاد ارزم به خدمتتون که نصرت حضرت سید الشهدا چه با خونه، چه با قلمه، چه با زبانه، جهاده، و خون دل خوردن های امام حسن رو تجربه کردن، انشاءالله جایزشون در بهشت اینه که محسن شناس میشن، محسن براشون تجلی پیدا میکنه. این هم حرف مالی، این از دلم دارم میگم، حرفی هم هست که شاید اگه بگردیم نتایج، یعنی آثاری پیدا کنیم، و من در صدت هستم. امیرالمومنین علیه السلام گفته شده که برای تو گنجیست در بهشت. آها، یکی از مصادیقش همین. چه بسا حالا در قیامت چه اتفاقی میفته؟ در قیامت اون دو بانویی که در زمان واقعه تلختر از عاشورا نبودند، ولی اینا از پایه‌گذاران این مدرسه بودند، مدرسه بنی هاشم برسه به نبوت ولایت ارزم کوچه بنی هاشم و مقاومت و ایستادگی و قیام یک بانوی رافضی برای در هم شکستن و ارزم به خدمتون فرو ریختن بت جبت و طاغوت، یعنی فاطمه زهرا، هر دو اینها سهیم بودن. یکی حضرت بی بی خدیجه سلام الله علیها که مادر این خانم، مادر این بانوی بزرگوار، یکی هم مادر شوهر ایشون حضرت فاطمه بنت اسد، که علی به میدان آورده، کف برای فاطمه، همتا برای فاطمه آورده، که اگه علی نبود فاطمه هرگز ازدواجی براش صورت نمی گرفت، اگر فاطمه نبود برای امیرالمومنین همسری متصور نبود. این دو بی بی که در دنیا نبودن در روز واقعه، من یه وقتی کنار حرم حضرت جعفر سلام الله علیه در مؤته اردن روز شهادت فاطمه زهرا اونجا رسیدم، شعری تو خاطرم نبود، حرفی نداشتم، فقط یک کلمه گفتم، گفتم جعفر کجا بودی وقتی زنده داشت داد میزد وا جعفرا، حمزه کجا بود وقتی بی بی دو عالم صدا میزد وا حمزه تا، کجا بودید شما؟ در خواب آرمیده بودین در حالی که امیرالمؤمنین رو به بند کشیدن به مسجد.
اگر بودن این دو بی بی قطعا به داد حضرت زهرا می رسیدن. اینها محسن رو در آغوش میگیرن، این دو بی بی، و به میدان محشر میارن، به عرصه محشر میارن. و هن صارخات، در حالی که هر دوشون دارن ناله میزنن، زجه میزنن، یعنی هنوز داغ هست، هنوز داغ هست، با اینکه در دنیا آقا حضرت صاحب زمان انتقام گرفته از اینها، اما اون انتقام الهی آخر الزمان، انتقام الهی قیامت باقی است. و امه فاطمه تقول، مادر این آقا حضرت محسن صدا میزنه که هذا یومکم الذی کنتم توعدون، آی اونایی که ظلم کردید. این سند اولین ظلمه، اولیت در جایگاه، نه اولیت تاریخی. یعنی اون روز خلاصه همه انتقام ها در روز قیامت گرفته میشه. اما بله، تجلی نور حضرت محسن شاید همون گنجی باشه که خداوند در بهشت به آقا امیرالمومنین داده. این پایان قصه به ظاهر، ولی پایان نیست، شروع اون تجلی تام وجود نازنین سبت ثالثه. این مطلبی بود که در این خصوص خواستم عرض کنم خدمت عزیزتون. اما در خصوص شهادت آقا امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین، که یه حدیثی است خیلی مشهور، این حدیث رو مکرر در همین شبکه امام حسین آین همکار، کارشناسان محترم، عزیزان نقل کردن و شرح دادن. منتها من این رو میخوام، این حدیث رو گریزشو بزنم به تتمه بحث دیروز و بحث این یک هفته که خلاصه مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر. ما همچنان آقا جان حضرت محسن و ای بزرگان ما، ای اربابان ما، ای اولیاء ما، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. هنوز ما در اول وصف شماییم. یعنی اگر خدا هزار سال به ما عمر بده و ما هر روز بشینیم نقل حدیث کنیم و نقل فضائل کنیم از محمد و آل محمد علیهم السلام، هنوز در اول وصفمون هاییم. ولی خب چه کنیم دیگه، برنامه ها محدوده. یک هفته وقت داشتیم، امروز هم باید بریم به استقبال فردا شهادت آقا امام عسکری سلام الله علیه. نقل حدیثی از اون حضرت در عرضم به خدمتون که تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، که حضرت فرمودن که یعنی سوال شد از حضرت علماء سو، در خصوص علماء سو، دانشمندان بد، دانشمندان نابکار، دانشمندانی که جلوه علم رو دارن اما این علم مانند تیغی که به دست ارزم به خدمتون زنگی مست افتاده، باهاش چه میکنن اینها، چه بلایی سره بنی آدم میارن. حضرت فرمودن هم اضر على ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین ابن علی علیهم السلام و اصحابه. اینو خب تا اینجا رو شنیدن، همه شنیدن. من فارسیشو میخونم، گرچه عربیش خیلی قشنگه و منتها فار. آنان برای شیعیان ناتوان، ضعفاء شیعتنا، به اصطلاح از سپاه یزید بر امام حسین و یارانش زیان بارترند، چون آنان جان و مال ایشان را رو بودند، اما دانشمندان بدکرداری که با ما دشمنند. خوب دقت کنید، دشمن ما، ولی خود را دوستان ما و دشمنان دشمنان ما نشان می دهند. شک و شبهه را بر شیعیانی وارد می آورند که از نظر فکری در رده پایین تری قرار دارند، یعنی در رتبه های پایین تری هستند، و ایشان را گمراه کرده از پیجوی حق باز می دارند. یمنعونهم عن قصد الحق، نه از پیجوی، اصلا اینکه نیت حق رو بکنه مانعش می کنه، در واقع قطاع طریق، قطاع طریق. خب عرضم به خدمتتون که اینجا خیلی میتونیم بحث کنیم که اینا کی هستن و اینها، مخصوصا این جمله‌ای که
خودشون رو دشمنان دشمنان ما میدانند. یه وقتی ما توی یک سری بحثای تاریخی این تاریخی این 100 سال اخیر بحث میکردیم که آقا مثلا چه لزومی داره ما شیعیان با مثلا فلان ارزم به خدمتون نهله سیاسی رفاقت کنیم، داریم با اینا کافرن ملحدن ارزم به خدمتون مثلا کمونیستن مثلا. بله اینا دشمن دشمن ما، و یه قاعده است که این جواب این آقایونه، دشمن دشمن ما دوست ماست. گفتم اه چه محکم هم میگی، خیلی انگار که مثلا این وحی منزله. خب آیا معاویه دشمن ما هست یا نه؟ میگه آره. عایشه دشمن معاویه هست یا نه؟ اینا آخری به دشمنی رسیدن دیگه، اصلا معاویه عایشه رو کشت، درست شد؟ حالا عایشه ای که دشمن معاویه است که دشمن ماست میشه دوست ما؟ این چقدر فکر عقبه، چقدر فکر خرافیه که دشمن دشمن ما لاجرم دوست ماست. نه، ممکنه دشمن دشمن ما دشمن ما هم باشه، اونتا دشمنی او با دشمن ما مبناها متفاوت، آفرین، به اصطلاح حبن لوجه علی نیست، بغزن لوجه معاویه است. علی رو هم دشمن میداره، معاویه رو هم دشمن میداره، ولی دشمن دشمن علیه، دوست علی میشه؟ نه. ولی زاب دقیقا این آدمی که اینطوری منطقشه، اینطوری حرف میزنه رو بهش چی میگن؟ به این میگن ضعیف، ضعیف الایمان، ضعفا. عموما وقتی افراد این حدیث رو از آقای امام عسکری علیه السلام نقل میکنن، شروع میکنن این علمای سوء رو زدن. من نه، من اصلا کاری با علمای سوء ندارم، علمای سوء رو من جای خودش زدم، هنوزم به اصطلاح فیلم های ما رو یوتیوب هست، میتونن از بینندگان برن ببینن. اونو که باید خلاصه از خجالتشون در میومدیم، خوب از خجالتشون در اومدیم و در خواهیم اومد انشاءالله در آینده نزدیک. به اصطلاح آبروی برای علمای سوء نخواهیم گذاشت، چون کار من به شخصه این نیست که فقط نگاه کنم به پهلوی شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها در 1400 سال پیش، هم اون پهلوی شکسته رو میبینم، هم دل شکسته امام زمان علیه السلام در امروز میبینم که چطور دارن علمای سوء هر روز و هر لحظه قلب مبارک اون حضرت رو میشکنن و نمیتونیم صبر کنیم. ما اهل این صبر نیستیم، اینجا ابدا تقیه نمیکنیم، ولو به قیمت به سلابه کشیدن خودمون تمام بشه، وای میسیم اینجا و عرضم به خدمتون جلوی شکستن قلب امام زمان علیه السلام رو میگیریم، خلع سلاحشون میکنیم، خلع لسانشون میکنیم علمای سوء رو، و تشت بی آبرویشون رو از بالاترین برج عالم به زمین میندازیم که صداش همه عالم رو بلند کنه، همه عالم رو بیدار کنه. اما امروز من خطابم با اون ضعفای شیعه است که آقا همچه خیال نکنید عرضم به خدمتون که خیلی بیگناهید چون ضعیف هستید. نه، خود این ضعیف بودن شما یه جرمه، یه جرمه. آقا چه تا کی میخوای ضعیف باشی؟ توجه کنن عزیزان، بحث دیروز ما به اونجا ختم شد که خلاصه اون آقای مستشرق آلمانی گفت که خلاصه یه همچین بساطی باید درست کرد، حسین رو از دلها بیرون کشید، جاش چی گذاشت؟ جاش عرضم به خدمتتون که پرچم و عنوان ملیت و عرضم به خدمتتون که افتخاری که من ایرانی هم یا من افغانی هم یا من عراقی هم یا من عرب هم یا عجم هم یا ترک، از این حرفا، این خرافات. عرضم به خدمت بوت‌های پوشالی که یک کسی که خیلی ادعا میکرد من ایرانی هم، گفتم آقای ایرانی بفرمایید ببینم که ایران از عرضم به خدمتتون که ارومچی چین شروع میشده، از خطاب و ختن پادشاهانش ایرانی بودن، یه وقتی کل چین تحت حکم عرضم به خدمتتون خطاب و ختن بود، بعد خطاب و ختن جدا شدن جزء ایران به اصطلاح محسوب میشدن در زمان حالا کوروش یا سیروس یا حالا هر کی بوده. و این حکومت به کجا ختم میشد؟ این حکومت بعضی گفتن به لبنان ختم میشد، بعضی گفتن تا آفریقا، تا مگادیشو یا مقدیشاه که به لهجه لوری فارسی میشه مگادیشو، تا اونجا ادامه داشته. خب این محدوده همه ایران بوده، الان بر اساس چه سندی شما این فقط ایران رو همین جایی میدونین که استعمار اومده دورش خط کشیده اسم گذاشته ایران؟ آیا افغانی هم میتونه بگه من ایرانی هم؟ یه به اصطلاح اهل ارومچی هم میتونه بگه من ایرانی هم؟ یه فردی که اهل به اصطلاح لبنان هم که ایرانی،
چی حالا تو همچون مالک مثل سند ایران رو نوشتن به اسم تو امضا کردن، حالا چی داره برای تو این ایرانی بودن، چه خیلی برات داره؟ همین حرف با عراقی، همین حرف با پاکستانی، با هندی، با تمام کسایی که دارن سنگ این خط کشی های استعماری رو میزنن به سینه، با همه اونا دارم. اما من میگم چی؟ من میگم وطن ما اونجاییست که بتونیم دینمون رو حفظ کنیم. وطن ما اونجاییست که من اذان با سه شهادت رو بر مأذنه ها جاری کنم. وطن ما اونجاییست که من انقدر حواسم جمع باشه نذارم برای من اسامه درست کنند، یه اسامه بن لادن که بیاد عرضم به خدمتتون که طالبان درست کنه و عرضم به خدمت شیعه کشی درست کنه، یا یه اسامه دیگه درست کنند برای من که اونجا اشهد و انه اونجا صدق الله العظیم بگه، تو سعودی اینجا هم بیاد اشهد و انه علی ام ولی الله رو بر مأذنه امام حسین نگه. این زرنگی که باید من داشته باشم، حواسم باید جمع کنم و الا میشم من عالم سو، این مستضعفم معصیتش پای من نوشته میشه. آقای مستضعف، آقای ضعیف، بلند شو، بلند شو مطالعه کن، بلند شو تاریخ بخون، بلند شو درس بخون. کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، تربیت کن خودتو با بر اساس اونچه که تعلیم کتاب دیدی و درس خوندی. نمیشه کتاب نخونده و درس نخونده و مطالعه نکرده، این همه وقت میذاری تو یوتیوب میچرخی، آقا خب روزی یه ساعت نمیخوای مطالعه کنی، مطلب گوش کن، سخنرانی گوش کن، نه سخنرانی هر کسی، نه هر زهرابیو بیاری صداشو بالا عرضم به خدمتتون بشین یه ساعت از عمر شریفتو تلف کنی بابت اینکه خزعبلات بشنوی. بگرد ببین بعد حرف کیو بشنوی. چرا باید تا عرضم به خدمتتون زمانی که محاسنت مثل من سفید میشه، موه سرت سفید میشه، بخوای عرضم به خدمتتون که ببخشید عذر میخوام، مثل عرضم به خدمتتون که گوسفند باشم، خودمو میگم که عرضم فقط دنبه بیارم و بعد سرمو ببرن، اینطوری ازم سوء استفاده کنن، فقط بشم عرضم به خدمتتون که وسیله دست کسانی که مطامع سیاسی دارن. نه، بیدار شو آقا، بیا بالای ذره. خدا رحمت کنه بعضی از علمای خطیبی که به اینا میگفتن آقا یه ذره شما مطالبتون رو بیاین سطح پایین‌تر، مردم سطحشون پایین‌تر. میگفت خب مردم بیان بالا، شنونده بیاد بالا، حتما بعد من برای پایین‌ترین دست من صحبت کنم. آقا بیا بالاتر. خداوند در قرآن میفرماید تعالوا. تعالوا یعنی چی؟ نه یعنی بیا، یعنی بیا بالا، دست بده من بیا بالا. تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. کلمه سواء بالاست، تو پایین موندی، توحیدت هم پایینه. در توحید که کلمه سوا هست، دسته بودن بی بالا. ولذا عرضم به خدمتتون که خیلی باید ما اینجا توجه داشته باشیم که اجازه میفرمایید یک میان برنامه‌ای رو تقدیم کنیم به بینندگان عزیز. همونطور که فرمودید، گوش دادن به کلام غیر ربانی و اون چیزی که مورد پرورش ما نشه، طبق روایات اهل بیت علیهم السلام، مثال گوش دادن به شیطان هست. چون کسی که سخنگویی گوش بده و اون سخنگو از حلقوم ابلیس سخن بگه، گویی عبادت ابلیس رو کرده. و باید خیلی مراقب باشیم که چه کلامی رو گوش میدیم و چه کلامی بر جان ما تأثیر میذاره. انشالله که بعد از میان برنامه به ادامه بحث بپردازیم. در خدمتون هستیم با یک میان برنامه و انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. سلام علیکم و رحمت الله. خب همونطور که در میان برنامه که شاهد بودید تقدیم شد، بسیاری از سران سقیفه و کسانی که
از قاصبین حق اهل بیت علیهم السلام بودند، مستقیما در ماجرای هجوم به خانه حضرت صدیقه سلام الله علیها شرکت داشتند. دیگه قضاوت با خود شما بینندگان عزیز که این افراد مستحق چه کلام و چه دعایی هستند. در خدمت شما کارشناس محترم هستیم جناب موسوی و ادامه بحث در خصوص علمای سو و کسانی که به دلیل فتنه های آخر الزمان دچار ابتلا میشن و مستضعفین از باب علمی و فقه به معنای فهمیدن در دین هستن. عرضم به خدمتون که بله، در خصوص یه عده قرآن میفرماد که الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. اینها مورد نفرین ملائک قرار میگیرن. کیان؟ کسانی که ملائکه در روز قیامت اینا رو میبینن در حالی که رو پیشونیشون مهر خورده که اینها به خودشون ظلم کردن. ملائکه الله از اینا میپرسن شما کجا بودین، چیکار میکردین؟ میگن ما کانو مستضعفین فی الارض، ما بیچاره بودیم، ضعیف بودیم، از ضعفای مثلا ملت ها و امت ها، حتی ضعفای شیعه بودیم. الم تکن ارض الله واسعه، ملائکه از نمیپرسن که زمین خدا وسیع نبود که هجرت کنید؟ که حالا یه هجرت، هجرت مکانیه، یه هجرت بالاتر از هجرت مکانی، هجرت در نهله فکریه که بهش اصطلاحاً در امروز میگن استبصار. انسان مستبصر بشه، یعنی چشم، عرضم به خدمتتون که باطن خودش رو همه چیشو نسپره به این چشم ظاهر، با این چشم ظاهر اون چرا که میبینه به عنوان واقع ببینه، ولی واقع گرا نباشه، بلکه چشم باطنش رو به حقیقت باز کنه و حقیقت گرا بشه، اما واقع رو ببینه، واقع بین باشه اما واقع گرا نباشه. از مشکل شیعه و مشکل رافضی ها با دنیای امروز که اون وقت متهمشون میکنن به جامعه ستیزی همینه. عموما رافضی ها، شیعیانی که بهشون میگن رافضیان، یعنی شیعیان ناسازگار با قدرت های حتی جهانی و منطقه‌ای، به اینا میگن ناسازگار، به اینا میگن چی؟ جامعه ستیز. چرا؟ چون واقع بین هستن، واقعیت هم خوب میبینن، اما واقع گرا نیستن. وقتی میبینه براش اونجا یه چیزی آویزون کردن سر به اصطلاح چی میگن جالباسی، خوب نگاه میکنه میبینه این، ببخشید معذرت میخوام، کت شلوار لباده است، عباس، نمیدونم قباس، پالتو، یا نه پالون براش دوختن آویزون کردن. تا میبینه پالون آویزون کردن، پالون رو از کت شلوار تشخیص میده، هرگز نمیذاره پالون تنش کنن. این میشه چی؟ این میشه جامعه ستیز. چرا؟ چون جامعه امروز میگه باید تو پالون تنت کن، میگه نه من معذرت میخوام، من خدا برام کت شلوار خلق کرده، برای من قبا خلق کرده، برای من پالتو خلق کرده، لباس آدمیت میخوام بپوشم و لباس و تقوا، اونم این لباس ها رو میپوشم اما در عین حال لباس تقواست برای من، لباس حریت، لباس حریت، آفرین، لباس حر... نه لباس استعباد. حالا این کسانی که اینطوری متاسفان ظالمی انفسهم هستن و روز قیامت مورد نفرینن و مورد نکبت و پیشونشون مهر استضعاف خورده، برعکس اون چی که امروز خیال میکنیم که همه نه، اون مستضعفینی که اینها به ظلم مستضعف شدن، میخواستن از استضعاف بیان، تمام تلاش خودشون کردن، اما انگار اراده خدا این بود که برای اتمام حجتی بالاتر و مهمتر اینا مورد ظلم قرار بگیرن و مستضعف، که از مصادیق حقیقی مستضعف محمد و آل محمد علیه السلام، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اونا هستن، نه این مستضعفی که کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه، نه اینا، نه توجه کنیم، اون علمای سو در ارتباط با این آقایون مستضعف، خانمای مستضعف، بچه ها و جوون و نوجوون و پیر و فرق نمی کنه چیکار میکنن در خصوص شعائر. این روز گفتیم بحث این که چجوری از دل افراد در بیار، چند مرحله رو پیش میبرن. حواسا میخوایم خیلی جمع باشه. دهه محسنیه، این هفته گرامی داشته حضرت محسن، این یه هفته ای که صحبت کردیم وقت منم رو به پایانه، میخوام یه نتیجه بگیریم. از مهمترین کارا و اولی ترین کارایی که میکنن تکفیر، تخریف و تقبیح شعائره.
یه پله که میایم اینا تو خود شیعه ها، اینا گفتیم دیروز چی گفتیم؟ اون هفت نفری که خدمت ارباب خودشون شیطان میرسن در شب قدر، همون طوری که تنزل الملائکه تو روح نزد حضرت صاحب زمان، اون هفت نفر همه روات حدیثن. حضرت فرمودن روات حدیث ما هستن. یکی از اونها با جمعی از شاگردانش خدمت امام صادق علیه السلام رسید. حضرت اونجا مستقیما کوبیدنش، مستقیما حمله کردن بهش، و بعدم یه جریانی درست کرد تو مسجد کوفه. خیلی شنیدنی قصهش که تمام اون چه که بهش گفته میشد برو تو مسجد کوفه این حرکتو بکن، و بعد همه اصحاب خودش هم به باد داد، اینا همه با صدا و دستورات شیطان بود. از این دست ربات حدیث امروز هم هستن، امروز هم هستن. چیکار میکنن تو شیعه؟ میایم یه پرده عقبتر نگاه میکنیم، میبینیم که مخالفین تشیع، مخالفین حقیقت اسلام ناب، اینا چیکار میکنن؟ باز با همین سفرایند تکفیر، تخریب، تقبیح. منتها چی؟ از یه به اصطلاح دایره وسیع‌تر کل تشیع رو میزنن، کل تشیع رو تکلیف، تکفیر، تخریف و تقبیح میکنن. اونا نه، اونا در داخل تشیع چی رو میزنن؟ قلب تشیع رو میزنن، شعائر رو میزنن. میایم عقبتر نگاه میکنیم کسانی که ادعای اهل کتاب بودن میکنن، میایم باز وسیع‌تر نگاه میکنیم ببینیم چی؟ اونایی که اصلا با دین، با چیزی به اسم دین مخالفن چیکار میکنن؟ تکفیر میکنن، تخریف میکنن و تقبیح میکنن. و بیشترین حمله تکفیری و تخریفی و تقبیحی رو نگاه میکنیم به شعائر. خب بدعت انگاری شعائر، تخریف یعنی همین، یعنی اینکه آقا اینا خرافه است، بدعته. خرافه گفتیم در عقیده، بدعت در شرایع. و خرافه پنداری شعائر، کاری میکنن شیعه بره تو فکر آقا نکنه این کارو واقعا بدعته، انقدر بازی در میارند و انقدر عرضم به خدمتون ادا اصول در میارن که یه چیزی رو میخوان تو ذهن به اصطلاح شیعه شعائری ایجاد کنن. از این سه مرحله وقتی بی نتیجه خارج میشن، نه کاری نمیتونن بکنن، شروع میکنن به تخریب شعائر، هم در شعائر احزانی هم در شعائر افراحی. دو روز دیگه عید الزهراست، فرحت الزهراست، بچه شیعه ها، هیئتی ها، مجلس دارای عید الزهرا، حواستون جمع باشه. تو رو به این امام عسکری سلام الله علیه که فردا شهادت اون حضرت و روز حزن حضرت صاحب الزمان، تو رو به اون امام زمانتون حواستون باشه. اتاق فکری که از 25 سال پیش به طور منسجم کار کرده برای تخریب شعائر هم احزانی هم افراحی، در خصوص افراح دستشون خیلی باز بوده، مجلس درست میکنن، هزینه درست میکنن، هزینه ایجاد میکنن، صرف میکنن که چی؟ که یه سیدی در بیارن، یه وایس درست کنن. اون چه خلاف شرع خداست به اعتبار اینکه رفع القلم و بیارن تو این قصه. آقا رفع القلمه؟ میگی رفع بابا، رفع القلم کجاش؟ کجا معناش چی رفع القلم؟ حسد فرصت استغفار و مهلت برای توبه است. برای تو آفرین. اون وقت تو میای که اتفاق افتاده، من اینو خدمتتون عرض بگم کنم، یه خاطره خیلی گذرا بگم. در یه مجلسی که از همین مجالسی بود که این آقایون اتاق فکری درست کرده بودن، بنده هم اون روز حالا هنوز خاکستری رنگ بودم، دعوتمون کردن اونجا. روی منبر گفتم بهشون، گفتم آقا این حرفا که شما قبل منبر من میزدید، این اهانتایی که به اصطلاح نوامیس هم میکردید که اینو دارید، من میدونم دارید چی کار میکنید. نگفتم، گفت میخواستم بگم زبان میفهمم که شما دارید نهادی نمیکنید، میخواد این جریان تو بچه شیعه ها باب بشه، و این کاریه که کی پشتشه؟ علمای سو، اونایی که میخوان ریشه شعائر رو بزنن، مثلا شعائر افراحی رو بزنن. چون اگر براءت رو ریشه کن کنن شاعر احزانی که اونم جنبه برائی داره و ولایی داره، اونو روشکن میتونن بکنن که کور خوندن. ما اینجا نشستیم الحمدلله زیر پرچم مرجعیتی که مثل شیر بیداره، و تا زنده ایم نمیذاریم این اتفاق بیفته. اینو خیلی به صراحت بگیم، هر جا بشینیم حواس ارزم مخصوصا جوانترها رو
به این قضایا جمع میکنیم که مواظب باشید تخریب شعائر به مراتب خطرش از تکفیر، تخریف و تقبیح، تقبیح شعائر اهل بیت علیهم السلام و شعائر دینی به مراتب خطرش بیشتره. و بعد وقتی دیدن تخریب شعائر رو نمیتونن بکنن، اومدن سراغ مصادره شعائر. وقتی دیدن نمیتونن، ارزم به خدمتتون، سینه زنی و عزاداری و زنجیر زنی و چه و غم زنی، هیچ بعید ندونید، همونایی که یه روز میگفتن غم زنی بده، همونا یه روز بیان بگن آقا بالاخره نظر بعضی فقها هست فلان، باشه بیان به این هیئت‌های غم زن بگن هر کاری میخوای بکنی بکن، فقط به اسم ما بکن، فقط زیر پرچم ما بکن، چون میبینن نمیشه اینو گرفت ابدا. ما زیر پرچم هیچ کس نیستیم جز پرچم سرخ ابی عبدالله. پرچم ملی ما 10 ماه سال سرخه و 2 ماه سال یا 2 ماه و 7 روز مثلا بگیم 2 ماه و 8 روز مشکی رنگ. پرچم ملی ما هیچ به هیچ پرچمی اعتقاد نداریم جز پرچم حسین و بچه های امام حسین. باید با کمال ذکاوت، من اینو به عنوان آخرین عرایزم تو این 7 روز برنامه عرض میکنم که آقا به ما تهمت والعیاذ بالله شارلاتان بودن میزنن. میدونین چرا؟ میدونین چرا طرف میسوزه و درونش مثل قیر داغ قلقل میکنه وقتی میبینه که کنفرانس های 1000 نفریشون به اصطلاح مجالس بصیرت افزایی ها و یه نمیدونم فلان و بهمانشون، عرضم به خدمتتون، مثل یک بادکنکی که یه سوزن بهش بخوره که ان لم یکن میشه، بی اثر میشه و روز به روز پرچم شعائر بالاتر میره، بعد به قل و قل میفتن، با کمال کینه و غیظ باطنی میاد از قول مثلا یه ولیجه مثل خودش که قبل خودش به قبل از این به گور رفته، میگه بله فلان کس قائل بود که از شیعه شارلاتان تر نیست. تو منو شارلاتان ببینه نداره، من خودم رو اهل بصیرت میبینم، من خودم رو لای به اصطلاح چرخ‌دنده های استضعافی که تو بخوای من رو به اون استضعاف، هر چقدر من در دنیا به استضعاف سیاسی و اجتماعی و بین الملل، هر چقدر در دنیا من رو کشتی و خون من رو ریختی و به من ظلم کردی و پشت میله های زندان من رو بردی، همه اینا رو میذارم پای خون حضرت محسن و حضرت صدیقه طاهره، همه اون ضرباتی که به من و امثال من زدی، همه اون مشتلگت ها و چوب های به اصطلاح چماغ هایی که تو سر صورت من امثال من زدی، میذارم پای اون لگدی که به سینه مبارک حضرت بی بی زدی. امروز میگم به مردم افغانستان، میگم همه اون بمبایی که منفجر کردن و بدن عزیزانتون رو تیکه تیکه کردن پای شیعه بودنتون، بذارید پای اون بدنی که زیر سم ستوران رفت. اما چی؟ عرضم به خدمتتون که ما هم دین داریم و هم آزاده ایم. حضرت فرمودن اگر دین ندارید آزاده باشید، ما هم دین تو رو داریم یا حسین، تو برای ما حجتی. ما که رسول خدا رو ندیدیم، ما که امیرالمؤمنین رو ندیدیم، ما تو رو دیدیم، ما تو حسین رو داریم هر روز عاشورا میبینیم، خون تو جاری است یا حسین ابن علی. این شعر مال کیه؟ مال یه آدمی که اعتقاد دینی نداره، عجیبه. تو همین محرم 12 محرم گذشته از دنیا رفت. یا حسین ابن علی، خون گرم تو هنوز از زمین میجوشد، هر کجا باغ گلی هست، هر کجا باغ گلی هست، خون از این آب از این چشمه خون مینوشد. کربلا ایست دلم. این یه آدمی گفته که هیچ اعتقادی به دین نداره ولی آزاده بوده، تو اشعارش هم پیداست. اسمشو نمیخوام ببرم، میشناسن بینندگان عزیز، اونایی که اهل شعر و ادبیات فارسی هستن پیر پرنیان اندیشو میشناسن. شاید به خاطر همین یه بیت شعر، همین یه چند عبارت شعری که تمام شده هم نیست، اسم شعرش هم 40ه، به خاطر همین امام حسین به همین بهانه دستگیری کنه ازش. خلاصه عزیزان بیننده، مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو ماندیم یا محسن ابن علی. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی، به 100 دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. یا امام عسکری،
آقا جان امسال خیلی آمدن پیاده 40 و پیاده زیارت جدد امام حسین به خاطر وضعیت امنی و به خاطر شلوغی و بعضی به خاطر پول نداشتن، آرزوی زیارت شما در سامر را به دلشون موند، گرچه که ظاهرا فردا جناب عالی میخواهید از سامر را سلام بدید به بینندگان از انشالله به نیابت از همه بینندگان جناب آقای ارزم به خدمتتون که رسایی فردا، امیدواریم که این توفیق داشته باشن از طرف ما هم اونجا سلام. ولی به هر حال این آرزو به دل ها موند. عرض من اینه که بچه هیئتی ها، بچه شیعه ها، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی ما رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، ولی مواظب باشیم. فی تحول الاحوال تعرف جواهر الرجال. تو ایام محسنیه و در خانه علی فرق بین سلمان فارسی با دیگرانی که نیمدن نصد نکردند روشن میشه. در خانه امیر المومنین شامی که ضربت خود حضرت امیر علیه السلام فرق بین سعسعت ابن سوهان با بقیه معلوم میشه. تو جنگ رویارو فرق بین عمار ابن یاسر با دیگری معلوم میشه. در عرصه دفاع لسانی وسط دشمن فرق بین اون یارانی از امیر المؤمنین که رفتن و شروع کردن قرآن خوندن و دعوت، اون جوانی که رفت دعوت کرد به اصحاب جمل رو و به سینش تیر، اونجا معلوم میشه. وگرنه سر سفره امیر المؤمنین که همه میشینن موقع پلو چلو همه هستن، گوه هر جا شنیدی یا علی فرار کن چون میخوان بار سنگین بردارن، هر جا گفتن یا حسین بیا که سفره برپاست، سر سفره یا حسین و سینه زنی امام حسین و از به اصطلاح شام امام حسین همه هستن. ها اونجایی باید من وایستم پاش که باید بار یا علی رو بلند کنم. و این بار یا علی تو دستگاه سید الشهدا هست، تو دستگاه حضرت محسن هست، تو شعائر اونجایی یا علی رو باید بگیم بلند کنیم که همه از زیر بار در رفتن. و مهمترین باری که امروز زمین مونده بار رافضی بودن و بار براءت و تبری از دشمنان اهل بیت، مخصوصا علمای سو و علل خصوص علمای سو آخر الزمانه. انشاءالله که توفیق داشته باشیم با بالا بردن سطح معلومات دینیمون و بصیرت و تفقه واقعی در دین، هم به صورت لسانی و هم با عملمون براعت داشته باشیم از دشمنان اهل بیت و تخریب کنندگان شریعت محمد و آل محمد. امیدوارم که با ظهور امام زمان علیه السلام همه کوتاهی های ما به دست مبارک حضرت و اون دست پدرانهی که بر سر عقول میکشن کامل بشه و حضرت ما رو ببخشن. قربون اون دستش بره. اجرک الله یا صاحب الزمان، عرض تعزیت ما رو بپذیرید ای بابای مهربان. یا علی مدد، خدا حافظ. بین کوچه جون یاسه جهون